بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی، جناب سالیس، جناب قاضی القضات، جناب مستمیرس، جناب استاد عطا، جناب استاد مرک، جناب دکتر سید مجددی، جناب علومیس، جناب کارگرس، فضیس، اعضای محترم کابینه افغانستان، نماینده های با عزت و با وقار قوای دفاعی و امنیتی افغانستان، سفرای گرامی از کشورهای خواهرها و برادرای عزیز، اولتر از همه توفه پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. لومړی تر ټولو نوی کال ټولو خویندو ورونو، ټولو افغانانو ته، او ټول د ازادۍ، د ثبات او د پرمختګ پلویانو ته مبارکي وایم. موږ ډېر خوشبخته یو چې سږ کال به 15مه پیړۍ د هجري شمسي آغاز سي. دا په تاریخ کې لږ پیښیږي چې نه یوازې یو نوی پیړۍ شروع کیږي، بلکې 1500 کاله موږ د دروند پیغمبر د بشریت د پیشوا له هجرت نه تیریږي، او دا ټول افغانانو او ټول مسلمانانو ته مبارکي وایي. به پاس سال 1400 هجری و شمسی، یک مرکز اسلامی با پول شخصی ما، سرزمین های موروثی ما، دستورخواب لوگر ایجاد خواهد شد و یا یک بنیاد و اگر وزارت حج و اوقاف با وقت حرکت کنه به یک وقف بدل خواهد شد، که یک خاطره دوامدار از شروع سال نو و قرن نو و سال 1500 به جای بان. جای خوشبختی است که یونسکو روز نوروز را به رسمیت شناخته و بسطی بین‌المللی و منطقوی تجلیل میشه. ما با کشورهای همکش و دارای تاریخ مشترک ما روز نوروز تجلیل میکنیم. از حضور بسیار گرم سفرهای کشورهای متابع ما که عین نوروز با هم تجلیل میکنیم و مناسبات عظیم و گسترده تاریخی خود را به این وسیله تازه میسازیم. از حضورتان تشکر. سفیر صاحب بسیار خوش آمدید و امید از سلامای گرم هم برادرها و خواهرای افغانتان به تمام شهروندا و زعمای محترم کشورهای متابعتان برسانید. از حضور قوای دلیر متحد و متحد به وطن، وطن دوست ما ابراز تشکر میکنم. لطفا استاد شوین که با پایتان تمام حاضرین یک کف بزنم. آغا وقت سراتلون که معرخین ده دوره تاریخ ولی که اموگ ده دفاعی او امنیتی قوا و کارنامه با پذرین خط که انشالله و تالا ثبت سی. از جناب سالیس ببراز تشکر میکن که امسال در شهر کابل تنها بر 13,000 از بازماندگان خانواده های معظم شهدای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نمرات زمین توزیع خواهد شد و از جناب شاروال صاحب کابل و والی صاحب کابل هم در بخش همکاریشان تشکر میکنم. و این تنها به ایج محدود نمیمانه. امید قوی ماست که امسال هم در شهرها و خاصتا در ولسوالی‌ها و قریه ما بتانیم رسیدگی کنیم. تمام مملکت مدیون قربانی تان است و به عیس سرقماندان آلا مسرتان افتخار میکنم و سال نو به شما تبریک میکنم.
ده خدای جل شانه اون بیا مننه کو چې بارانونه راغلی. استغاثه ما را قبول کرد، اما انوز تغییرات اقلیمی تکمیل نشده، هم خطرات سیلابا و هم خطرات خشکسالی به صورت جدی وجود داره. از او جهت امید است اعضای محترم پارلمان، اعضای مجلسان که تشریف دارن و از حضور گرمتان استقبال میکنیم. بایس نمایندای ملت، بایس قوه سوم جمهوریت اسلامی افغانستان که اولویت قائل شویم که آبای افغانستان امسال مدیریت شد. خوشبختی ما دهیست که بعد از 800 سال آرزوی دیرینه مردم نیمروز، سیستان تاریخی ما به عمل مبدل میشه و نیمروز که پایتخت رستم بود و یک وقت از خاطر شادابیش در منطقه بی‌نظیر بود دوباره احیا خواهد شد. اما کارهای بزرگ آبیاری ما تنها به نیمروز منحصر نیست. استاد عطا خاصتا یک پروژه را گفته بودین که سالها سرش کار میکدین، انشالله و تعالی هنوز اعلانش نمیکنیم، در وقت مناسب اعلانش میکنیم. مگر مجدد ایست که انشالله و تعالی امسال عملی خواهد شد. در غرب افغانستان، در جنوب افغانستان، در شرق و در شمال و مرکز، در همه جای آب که آبروی افغانستان است مدیریت خواهد شد و مسئولیت آب، افغانستان صاحب مسئولیت آب خواهد شد. اموک اصلی موخه هیله او عزم تلپای عوادلانه سوله ده. لطولو تیرو کلونونه، لطیرو دو چلوخت کلونونه چل افغانستان لولسنه بنیادی ترین حق اخیستل سوه چه ده سوله حق ده او ده امن حق ده، انشالله سوله تبنیز دیسو. اما دلتا تدبیر پکارده، تصمیم پکارده او لطولونه ملی وحدت او اتفاق پکارده. تلپات سوله هغه سوله ده چه دی وینه ختم بگی، دی ولس آسودگی او خوشحالی او دی خدای جلشانه او رضا بگی. او عادلانه سوله هغه سوله ده چې موږ ټول یو بل ومن، او ژمنم چې ټول افغانان یو، یو له بله بهتر نه یو، یو له بله کمتر نه یو، ټول عملی سي. ادې دپاره ضرور ده چې هم ټول حرکتم په دې باندې چې سولې ته خنډونه نه وي. ما دریستاسته معلوم ده زه دلته د قدرت دپاره نه یم راغلی، د خدمت دپاره راغلی. او د خدمت مانا داده چې باید یقین ولرم چې سوله عادلانه ده او تلپاتې ده او د افغانانو خاصتا د دې ښایسته ماشومانو چې ترانه یې ویلې دوی باید په آرام فضا کې ژوند وکړي. ایموږ تریخ تاریخ باید دوی تاریخ نه وي. ای دوی برخلیک ایموږ او تاسې وظیفه ده. دوی باید په یو آرام، آباد، سوکاله او مستقل افغانستان که زوند وکړي. ما ته ماشوم ماشوم ده، میرمن میرمن ده، افغان افغان ده. روزم مبارکه میسته ده، روزم په مخ کې ده. طالبان هیڅ نوع مشروعیت د دې جګړې دپاره نه لري. ویاړ کوي چې باندنی قوتونو باندې حملې نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندنی قوتونو باندې معامله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولاد ووزنی، خپل ورور، خپل خور، خپل کور تباه کوي.
بس دا راسي تي اول ومنو او دا وطن پا گد آباد کو پا گد ایسو کالا کو او دا پردی لاسونا بند کو تاسی بانده نارکوم چه دا پردی وسیله دا استعمال نسی افغانی نور افغانان منی نور افغانان ومنی یو افغان دی بل افغان تت نتسلی میگی اما پر روغ بانده پر سول بانده پر منطق بانده انشاءالله و تعالی طول به یو بلو منو سیاست خارجی ما یک اصل دار منافع دوامدار افغانستان افغانستان نه دشمن دوامدار داره نه دوست دوامدار منافع دوامدار داره و با عقل و تدبیر پنج حلقه سیاست خارجی خود را مدیریت میکنه. همسایه های دور و نزدیک ما، جهان اسلام، اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا، ژاپن که از شرکای نهایت خوب و دوامدار ما بودن، آسیای متحول و نهادهای بین‌المللی و سرمایه بزرگ. در این چارچوب ضرور است که سطح دانش ما، نوع مدیریت ما و نوع تعهد ما فرق کند. سرمایه های پنهان افغانستان باید در خدمت مردم افغانستان به کار افتاده شود و ما مطلق ظرفیت ازیر داریم که سر پای خود استاد شویم. اتکا کنیم اما یه عزم میخواهد، اراده میخواهد و تحرک میخواهد. از این جهت امروز جای خوشی است که من اعلان میکنم که در کوتاه‌ترین مدت که زیادتر از 3 ماه نباشه انشالله و تعالی تمام معاشات کارمندای ملکی و قوای دفاعی و امنیتی ما الکترونیک خواهد شد. از طرف تلفن پرداخت سرتاسری و وسیله پرداخت معاشای از اینا و انتقال از اینا به خانواده‌های محترمشان صورت خواهد. ایسای مرکزی و ملت افغانستان تبریک میگم که تذکره برقی از 3 میلیون زیادتر شد و این زمینه ازیر فراهم میکنه که در شناخت هویت افغانا و تثبیت معاشات و امتیازاتشان هیچ نوع مشکلات بار نبه. افغانستان این سال انشالله و تعالی شاهد یک جهش بزرگ دیجیتالی سازی خواهد بود که ما خدمات ارائه کنیم و بتانیم به صورت اساسی از طب گرفته تا معارف نوع نوع خدمات ارائه کنیم. شهرهای ما، 6 شهر ما آماده سرمایه گذاری بسیار بزرگ است. مزار شریف، هرات، قندار، خوست، کابل، نگرار و همه از اینا چارچوب حقوقیشان آماده شده. انشالله تعالی میلیاردها دلار حرکت کرده میتونه. پروژه بزرگ اقتصادی منطقوی در حال عملی شدن است. از او جهت ضرورت واضح است که ما با امید و با تحرک و اعتماد سر آینده حرکت کنیم. فرهنگی برخی که از این مرکتون پا کردی زکه اول مک دوست هواد ازبکستان سر نتیجه ترسیده لیو چه ده امام بخاری او امام مسلم کلیسه به گده پا ازبکستان او افغانستان که دایری این یک افتخار بزرگ است بر افغانستان و ازبکستان که مشترکن سالگرد امام بخاری و امام ترمذی را با هم تجلیل کنیم و همه کشورهای آسیای مرکزی ایران، پاکستان و هند در این بخش و کشورهای مسلمان دعوت میکنیم تا این برداشت سهم عظیم در تاریخ اسلام که این منطقه به تمدن اسلامی داشته دوباره مورد توجه ما قرار بگیره. ما باید از دیدگاه عمیق فرهنگی سهم خود به عصر درخشان و طلایی عباسی دوباره زنده کنیم و تمام شخصیت ها همچنین امیرعلی شیر نوایی و نظامی گنجوی هر دوشان تجلیل خواهد شد. فراموش نکنین که افغانستان گهواره زبان دری، زبان پشتو و زبان ازبکی است و از افتخارات ماست که امیرعلی شیر نوایی قسمت زیاد اشعار خود که امروز در تمام دنیا علاقمند داره در هرات سروده و تمام از زبانهای ما
جزء فرهنگ عظیم ماست. ام دخرنگ ده پاچاخان ده حرکت سلم کلیس عدم تشدد چه با نامد انجمن اصلاح افاقنا ایجاد سوله دا به انشالله تعالی مگمانزو او ما پسل دیر وقتونه بیا غنی خان اشعار و سراشناسوم او ادایت می ورکره چه اما غرقم چه امان لاخان ده خوشال خان مقبره جوره کرله اول حضرت ده اقبال مقبره جوره کرله ده غنی خان مقبره به ده افغانستان ولس او دولت پا گره جوره ای. سال نو خاصتاً به اطفال تعلق داره و امید است که در این سال اطفال ما بدون تهدید مکاتب خود شروع کنه، درسای خود دوباره شروع کنه. وزیر صاحب معارف تمام همکارشانه، وزیر صاحب تحصیلات عالی را تبریک میگم. امید است که امسال سال باشه که تمام شاگردای مکتب و پوهنتونای ما سال گذشته را جبران کرده بتانن و به صورت کامل حرکت کنن. یک بار دیگه نوروز باستانی را به تمام افغانا، به تمام مسلمانا و به تمام همسایه ما از صمیم قلب تبریک میگم. یشسن افغانستان، زنده ایدی افغانستان، زنده باد افغانستان.